old. بدرامی تو هستم. خوش اومدید به کانال مادویار. مادویار دو مادویار گیر کردم. آخه دفعه قبل که حسین ریاکشن همین مادویار رو این خیلی الان تو بدرامی تو ایم. عیدم هست مثلا این که امشب بالاخره. عید چیه؟ عید قدیره چیه؟ خم؟ چه میدونم یه از این چرت و پرتا. عید قدیر خمه فکر کنم. یه عیدی هست، عید اسلامی هم هست. آره دیگه ایرانی ها خم شدن دیگه، عید قدیر خم ایرانی هست کنن. خم شدن رفته تو کونشون تا دسته. خب بریم ببینیم چیکار کردن حسین با حمید صفت. با حمید صفت خیلی دوست دارم بدونم چی گفتن تو ترک. حسین ابلیس، حمید صفت، حمید صفت، حسین ابلیس. حسین بعد چند یه سال شده بکنم. آره دیگه یه سال پیش دقیقا همین موقع ها، تقریبا دقیقا که نه، تقریبا همین موقع ها بود که آهنگ کیریه چی بود اسم آهنگش؟ خوز شعرشون؟ کودکس کیرد. ببینید بچه اون فوشی که من اونجا به حسین دادم به حسین ندادم، من در واقع رپ فارس رو واکسینه کردم که دیگه هیچ رپری گو اضافه نخوره، یعنی گو خوری کیری نکنه، خوز شعر نگه، خایه گنده تر از دهنش حرف نزنه، کردیت بی خود به هیچ مادر جنده ای نده، هر کی میخواد باشه. در از رپ فارسی رو من واکسینه کردم چونم پاره شد خودم، ولی خب دیگه بفهمن که آقا اگه قراره با به رهبری و سپاه و جمهوری اسلامی تو کردیت بدی هر جور، هر چقدر دور، هر چقدر بی محتوا، هر چقدر اصلا شاعرانه، هر چیزی به این مادر جنده هایی که قاتل چقدر آدم، چقدر ایرانی کشتن. من اون موقع که فوش دادم، اون فوشایی که دادم مال سالهای قبلش بود، شما الان تازه این سالی که گذشت یادتون مونده، نیکا یادتون مونده، تصویرش تو ذهنتون مونده. من تصویر ندا آقا سلطان تو مخم حکاکی شده، از اون شروع شد، میدونی دونه دونه اضافه شد تصاویر. اونجا که گفت من گنگم پاره، انگار خود رهبری هم وکیرم، نه خودت و رهبرت بابا، رهبری تو نگاهیدم بسیش. ولی اون خایه واقعا مالیدن نداره، اون خایه خسکش اصلا خودش، خسکش خایه اپیکو... متحرکه. اپیکون مادر جنده بعدش به من زنگ زد گفتی که گفت داداش چرا ناراحت شدی، گفت گنگم پره انگار خود رهبرم، رهبر رو گنگ دیگه، قرارداد 25 ساله بسته، هیچ کی تخمش رو نتونسته بخوره. دیدم راست میگه، گنگ دیگه، واقعا هم گنگ هم هست. میدونی کلمه گنگ از گنگستر اومده و گنگستر آدم خوبی نیست، آدمیه که قاچاق میکنه، آدم میکشه، میدونی مواد میفروشه، اعضای بدن میفروشه. گنگستر اون گنگستره، به اون میگن گنگ. اینا واقعا گنگسترن، واقعا گنگن، گنگسترن در واقع. شرف چیز رپرامون چی شده که میان رو استیج میگن من دوتا اسلحه دارم مواد جابجا میکنم. چقدر این مادر جنده ها ریدن توی فرهنگ ایران که گنگ بود، گنگ بودن خفنه، ستون، سلطان، دادا سلطان. چی سلطانی؟ چه ستونی بابا؟ چی؟ ببینیم موزیک جالشن خوب باشه. خوب باشه. امیدوارم خوب باشه. آخه خیلی عجیبه. مثلا فکر کن طرف مثلا خودش یه سال نبوده. اصلا مثلا واقعا خدا کپک سرش تو برف بوده. آره. مثلا ترکی تو بذاری کپک. یعنی امیدوارم خوش رو دیس کرده باشه. آره امیدوارم. بقیه در بیاره. همه ریاکشن کار رفته. امیدوارم ما هم بذاریم. امیدوارم. خب بریم ببینیم. بریم ببینیم. سه دقیقه و 22 ثانیه، عددش 7. عرفان خوبه، عددش خوبه. حالا ببینیم چیکار کرد. کپکو هر طرف بنویسی کپک جالبه، واسه همین که هاشو این بر اونور کرده. ولی من خدایی صفت و هم صفت و هم حسین رو تو رپ خیلی قبول دارم، همه قبول دارن، هرکی بیاد بخواد. خب کارشون خوبه، اشکال بگیره از این دوتا رپر، مثلا بگه رپشون ضعیفه، کس شعر محصه، اصلا کسی نمیاد. من راجب حسین کسی هیچ کسی نمیاد، اصلا تکنیکال صدا خوب، اصلا شعر خوب، چون قلم. پدرم زیر پاش سفت بود این حرف رو زد. حسینه میدونی، کم کسی نیست. خب نباید این حرف رو میزد، همون دیگه، میدونی زیر پاش سفت بود که اومنگه. آره نه 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 سوگل میرسید،
مواجب میرسید قشنگ تریسام رفته بود با اپیکون و ام جی وسطشون دست انداخته بود. آره من گنگم بره خود رهبری هم مطمئن باش قبلش ام جی بهش این خطو داده بود که آقا یه جوری کردیت بده به جمهوری اسلامی هر جوری که خودت میدونی کردیت بده هر جوری که صفاته صفا عشقه هر جوری که خودت میدونی یه کردیتی بده و داد و مطمئن باش یه دیل هایی شده یک آفرایی به هم دادن امتیازایی این وسط رد و بدل شده. حالا ببینیم چیکار کردن. میوزیک پرودوسرش اسمش ماموتیه. ماموتی چه اسمی ماموتی نمیدونم ماموتی ماموکی باحال اسمش خیلی اسمش باحاله. من و قضاوت همه کن با حرف چهار تا جنده باشم یوم جنگیده کف جپه یوم کف جنگ جپه منظور جنگ نه بابا جپه جنگ تموم شده ما همسن و سال همیم دیگه بچه بودیم اینقدر بود چه جپه ای بعد ولی خب جپه مثلا مبارزه رو میگه دیگه میخواد بگه من مبارزم میگه که من یه عمر مبارز بودم حالا خب اینو دقت میکنی انگیده کف جپه پشت سرش پره قصه رفیقش گیر بیسه رفیقش گیر بیسه پشتش حرفه بیسه گیره بیس لبخندش تلخ حسش ببین چقدر تکنیکات گریه 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 بابا کجدارو مریض لیله 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 بابا بابا آقا فلو که منو کرد خب فلو نیش منو وا کرد ببینید فلو خوبه دیگه اونم عروسی میشه بر ادامه خبرش هم جالبه عقاب شاهین چیه روی اون پرنده خب میبینی؟ آره. کپ که الان احتمالا کپ که گرفته یه همچه حالته آره. شاهینه مثلا اومده 100% شاهینه منظور چیز خودشونن دیگه که یکی رو شکار کردن پس دیس میخوره باشه کپک اون کسی که گاییدن اون کپک هست خیلی تکنیکال داره میره جلو با کلمات و با فلو خیلی خوبه همین تو فلو بندی چی شد اینو نفهمیدم قول به کونت میبندن چی؟ لفظی اومد قول به کونت میبندن یزد قاضی شدی؟ قاضیش خیلی با نمید دیسش خیلی میخوره به حرفا و مثلا لفظاش لفظاش میخوره قشنگ گنده مونده زندان هم که رفته دیگه چی میخواد دیگه قشنگ گنگه گنگستره من همین صفت رو خیلی دوست دارم بعد دقت هم میکنی اولین کسی که سر مهسا فریستایل داد حمید بود اینو من هیچ وقت دلیل دوست داشتنم چیه من یه سری ها رو میگم مثلا طرف رو دوست دارم حال میکنم بهش احترام میذارم یا با یکی یا سر جنگ دارم تو حافظه من یه سری چیزها ثبت میشه که یه دونشو مثلا رزومه حمید صفت بعد مهسا اومد فریستایلش هم خیلی خوب بود خیلی اصلا بوی چیز نمیداد کدگذاری اصلا نشده بود دلی بود اصلا خیلی سریع هم بود خیلی اصلا نمیشد کدگذاری بشه میدونی مثلا چرسی ترکی که با چرسیه حالا خلصه از اینا یه سری کدا توش هست کدا چیه بذارید بهتون بگم کدا رو بشناسید که سیاست چیه اصلا اصلا گوهی از اصلا چرا ما باید راجع به سیاست صحبت کنیم اصلا رزومی نداره همه تو همه شون یا کاش سیاسی کار میکنم یعنی چی سیاسی چرکه سیاسی و بد جمع یعنی سیاسی بودن یک چیز بده توی اشعار اونها آره. سیاسی کار کردن سیاسی بودن یعنی چونی بودن یعنی مثلا چه میدونم یعنی مادر جنده باشه حرومزادگی میدونی آره. سیاسی یعنی این یه جوری توی کدگذاری ها نه اینجوری با این لفظی که من دارم میگم اینجوری نمیگن ولی اصل داستانش اینه که تو اگه بخوای سیاسی باشی به سیاست توجه کنی سیاسی باشی کلا سیاست برات مهم باشه یه آدم چرک لاشی مادرجه نه حرومزاده هفت عقب
جنده ای میدونی؟ اینجوری جلوه دار. این کدا توشون هست. یه کد دیگه هم بود که الان تو ذهنم نمیاد ولی این کد رو من قشنگ میشنومش، میبینمش، میدونی؟ حسش میکنم، تو کونم میره دقیقا، داد میزنم. یعنی وقتی که موزیکو میشنوم کسخلم روشن میشه، چشام بسته میشه، دهنم وا میشه. اون کدا رو حالا امیدوارم تو این تا اینجا که نشنیدیم خدا رو شکر هیچ کدی نبوده. خودم رو تشنی یادم گفتن نرو وایس دادن ببینم من کم میارم تو مسیری رفتم بعد در چی یادم قصم و شنیدیدیم ازش پش میبارم. و موزیک خوبه، انقدر رفتم تو شعر، انقدر رفتم تو شعر از موزیک غافل شدم، موزیک داره زیریاتان میده. بعد یه حرف قشنگ هم زد راجع به پول، گفت با پول میکننت لغت، یعنی یه حرفی زد. اتفاقا دیروز پریروز مامانم داشت میگفتش نه پول خیلی کثیفه، مثلا اون روی آدما رو مثلا نشون میده، آدما رو عوض میکنه. گفتم پول اتفاقا خیلی تمیزه. میدونی چرا؟ چون کسی یه پول میرسه تازه اون روی اصلیش میزنه بالا، خودش رو نشون میده. کسی که به قدرت میرسه تازه اون کثافت وجودش میزنه بیرون. این درست تمیزه. آره نشون میده. این آینه قشنگ همه چی آن نشون میده. حتی کسی هم پولدار میشه نشون میده که چه جور پولداری هستی. آفرین، چقدر قشنگه. آره پول اصلا بد نیست و اصلا هم از این لفظ استفاده پول کثیفه. بچه ها یه چیزی رو من بهتون بگم. بچه ها بذار یه خود من یه خود زرتوپرت کنم، هدفونامو در میارم یه خود زرتوپرت کنم، چیزای مهم. رفتی تو بدرون قدیم حسین ترک داد دیگه، رفتی تو فاز پارسال پیار سال. بچه ها میگه با هزار تا کامنت 3 ساعت حرف زد بچه ها، 3 دقیقه موزیک ازش 40 دقیقه ریاکشن در میاد. خدا دست منید. بذارید بچه ها راجع به این کدگذاری ها بهتون بگم. این انگلیس مادر جنده حرومزاده کسننه خیلی ما رو از سالیان سال قبل ما رو کدگذاری کردن. نمونهش رو گفتم تو عاشورا، شما این علمی که کسی که میره زیر علم و پشتش زنجیر میزنن، این یه دونه از اون کدگذاری های انگلیسیه. باورتون نمیشه تو انگلیس دانشگاه طرف میره دانشگاه، الان نیستا کلن 500-600 سال اینجوریه، آدم میفرستن کشورهای مختلف، آقا تو برو اونجا فرهنگ رو یاد بگیر، زبون رو یاد، نه یه نفر بفرستن، تیم میفرستن، آقا پولش با ما، تو برو فرهنگ رو یاد بگیر، اشعارشون رو یاد بگیر، لفظاشون رو یاد بگیر، کوفت و سوراخ کونشون و اقتصادشون و وضعیتشون، همه چی رو برو بررسی کن. خب در مورد ایران هم همینجوری بوده. استثمارگرن حرومزاده های این انگلیسی پوفیوز. قصوان ریخ بهم. آها یه سری کدگذاری ها توی فرهنگمون وارد کردن. نمونش پول چرک کف دسته، این کس شرترین چیزه، مرد که گریه نمی کنه. یعنی چی مرد چرا نباید گریه کنه؟ علمو داشتی میگفتی اونو بگو جالب. آها علمو بگم. این سیستم علم که سر میره زیر علم، کسی که میره زیر علم ناخواسته گردنش کج میشه، دستاش باز میشه، این نماد مسیحه. اگه برم عقب این دقیقا نماد مسیحه که میندازن جلو جلوی جلوی جلو و کسایی که پشتش زنجیر میزن. اصلا تو محرم چرا باید زنجیر بزنیم؟ اصلا همون موقع که درگیر بودن حسین، اصلا تو کربلا زنجیر نبود، کسی زنجیر نمیدونن زنجیر چیه، زنجیره از کجا میاد؟ باید بری فیلم مصائب مسیح رو ببینی. فیلم مصائب مسیح میخواست وقتی مسیح صلیبو داشت میکشی، هر کسی رو صلیبش رو مینداختن رو دوشش، میگفتن برو صلیبتو خودت بکش تا بالای تپه. اصلا قانونش بود تا اون بالای تپه ما رو اون تو رو اعدام کنیم، مصلوبتو کنیم. وقتی که داشت صلیبش رو میکشید با زنجیر میزدنه، زنجیرهای تیغدار شروع میکردن آسیب زدن، با قمه میزدن، با چوب میزدن، یعنی همجوری کتکش میزدن و تا ببرنش بالای تپه که مصلوبش کنن. این همونه، زنجیر میزنن، سینه میزنن، فلان، همون بلایی که سر مسیح میومد تا اونجا. وگرنه مثلا تو عاشورا، تو همون محرم، یعنی تو همون تایم کربلا و حسین، اصلا دستی نبود، شمشیر بود، با شمشیر میزدن میکشتن همدیگه رو، اصلا کسی رو نه با سینه میزدن. یعنی این زجرایی که شما دارید الان به خودتون میدید، زنجیر میزنید، کاریه که برای مسیح دارید، یعنی راجع مسیح، یعنی ناخواسته نادونسته دارید مسیح رو چیز میکنید. یعنی نمادها، اونا نمادگران، ببین غربی‌ها خیلی نمادگران، یه خورده کسخل مسخره، ولی خب جواب گرفتن از این نماد، از ریاضی نماد، علم نومرولوژی، علم لگزیگرام. علم لگزیگرام چیه؟ میگه که آقا میاد اسم تو رو، یه سری حروف داره دیگه، خیلی از آرتیستای دنیا که ترکوندن، مثلا نمونهش چیست؟ الویس پریسلی،
آدم گونده معروف، حالا شاید شما نشناسیدش ولی خیلی معروف و گونده بود. اون اسمش الویس پریسلی نیست، تهیه کنندش اسمشو تغییر داد چون علم لگزیگرام بلد بود که آقا برای شهرت، برای ثروت، برای قدرت، برای عرفان، برای ارتقا از چه اعدادی باید استفاده کنی. هر چیزی، ثروت یه عدد داره، عرفان یه عدد داره، قدرت یه عدد داره، جاودانگی یه عدد داره و هر چیزی در این دنیا یک عدد داره. خیلی زرت پتکن خلاصه مطلب رو بهتون بگم، ما کدگذاری شدیم، فرهنگمون ایران خیلی کدگذاری شده، مثل همون کدی که بهتون گفتم. فقط با کدا رو بشناسیم بشکنیم دیگه استفاده نکنیم. نمونهش چی؟ پول چرکه که حرف دسته، اصلا این حرف اشتباه زشته. این حرف خیلی انگار که بگم کیرم تو کس ننت، این با اون هیچ فرقی نمیکنه، جفتش زشته. نگید پول که چرکه کف دست نیست. مرد گریه نمیکنه خیلی گزشره، مرد گریه میکنه، چرا گریه نکنه؟ آدم دیگه عشقی صفر یا سه مشتی مهربون تهیه ما قد رفت کردن دلی فلو تهیش رو رتش میشه فقط بسن گریه کشارم مریض لیله بعد گریه گریه بعد لیله 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 با خیلی فلو نابه، فلو خیلی نابه. دقیقه شجوری گفت چی؟ فلو شیطانیه چیه؟ چی؟ گفت فلو شیطانیه چیه؟ گفت شیطانیه؟ نفهمیدم چی بود؟ اون تایی نماغر آهان فلو تایی شرارت تش میشه نه رب کردن دلی فلو ته شرارت تش میشه فقط واسه یه خیلی موزیک عالی، خیلی دیسه ها دیسه ها ولی خیلی باحاله. من که سوخته خسته کوفته وقتی دیدم عشق و از یه تن فروخته وقتی دیدم عشق از یک تن فروش ما تن فروخته تن فروش حالا تن فروخته آره تن فروش هم نگفت، کسی که تن فروخته یعنی خابیده زیرم. عشقو دیدم بین کسی که تنشو فروخته بود به من دیگه، به کی؟ حالا به کسی دیگه. آره من که سوخته خسته کوفته وقتی دیدم عشق و از یه تن فروخته وقتی دیدم هر کی سفته واسه یه سکه قصه اینه دیگه مسئولی از ذره مفته چشکی سیره چشکی گشنه چشکی سیره چشکی گشنه چشکی سیره چشکی گشنه دقیقه دیده چقدر خوب کار کرده. میبینی فلوها رو میبینی چقدر نابیه؟ خیلی بازرد خیلی بازرد خیلی بازرد خیلی بازرد خیلی خوب دیدم ریاکشن کارم گروه نمیشتم. آره پس ما هم بازرد ما یک خورو چیلیم میگه اولش مگرم واقعا در اینجوری اولش من اومده بودم انگار دعوا داشتم چته اوه تمک موزیک رو گوش بده بعد زر بزن وای دنه بده صداش خیلی قشنگه یا فندنگ میزنه امیدوارم حسین امیدوارم آره گاف نده باشی یه چیزی بگی من حال کنم پشمام بریزه بعد گفتم بیاش این کارات دارم کارات دارم اینا چی کار دارم خودت باشه اینجا عاطفه نده یا شوهر کن آره جنگ لبیز شد یه کاسه شد یه صف برم واجه ترس تکمیل شد شد بازه ترس ملایی وسط بازی مرکم زد دارم حتی باطل دیدی چی گفت؟ اون چی بود؟ کیون آرزو شد؟ ببین داره قاتل قرن رو میزنه. قاتل قرن کیه؟ خامنه ای دیگه. تو قرن حاضر کی بیشتر از همه آدم پشت چقدر دلم واسه صداش تنگ شده. آره فکر کنم خامنه ای رو زد تکمیل شد. ببین دوباره برگردیم عقب دوستان، من اشتباه کردم. آماده جنگ تبدیل شد دیگه کاسه صبر تعطیل شد برای واژه ترس شد از بازل تش اللهی دیدم چجوری کریشندو کرد به جای اینکه بگه من اللهی وسطم گم دات 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 نه به جای اینکه بگه دات 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 خیلی حال بود. فلو باز چقدر فلوهای خوب شنیدیم تو این کار. میگه من اللهی وسط بازی مرگ
آها خونسردتر هم حتی از قاتل قرن. قاتل قرن خامنه ایه دیگه. آره قاتل قرن میگه من خونسردترم واقعا تو این قرن. زندگی قصه شیرین و تلخ. ببینم زندگی قصه شیرین و تلخ. بستم شهر موقع جا بده قبل هی ساختیم و کردن آوار تن موندوی روح مازاد قسم من این راه ناساف کیرم توی اندازا عقب وایستا پر بوی کباب میاد اما کردیم خردا دقیق سر کن قصه خوف میشه به چسب سیم. من هنوز نفهمیدم داره چی کیو میزنه چیو میزنه. گفت من خونسردتر از قاتل قرن. من فکر کردم الان میاد قاتل قرن و میخواد بگات. ولی همین فقط گفت من از قاتل قرن خونسردترم. یه کباب میاد اما کردیم خرداب دقت سر کار. آها خب در کار قصه خوف میشه به چسب سیم سرباز. آها میشه خب یه ریز داره یه چیزایی میگه ولی خیلی ریزه. خیلی ریزه صاف. فقط هیچ کسی که میگه آقا ما باید مقابله به مثل کنیم خیلی واضح میگه مقابله به مثل رو و درست هم میگه. آقا ببینید بچه ها اعتراض تا زمانی منطقی و اصولی و درست هست که خونزی نباشه. یعنی ما بیایم تو خیابون اعتراض کنیم میگه آقا برق گرونه آب گرونه اعتراض داریم دیگه آقا به یه سری اصلا چرا اسم ایران ایرانه اسمشو بذاریم مثلا اسلام بذاریم محمد رسول الله اسمشو نباید ایران بذاریم. اعتراض دارم به این. من میام اعتراض میکنم تا وقتی که به این موضوع اعتراض میکنم که چرا اسم ایرانو نمیذاریم محمد رسول الله من میتونم اعتراض کنم هر جایی هم تابلو بگیرم هیچ مشکلی نداره. وقتی که منو میزنه میکشه به خاطر اعتراضم تیر میزنه آقا تو گوه خوردی. آقا من اعتراض دارم نمیخوام اسم ایران ایران باشه میخوام محمد رسول الله باشه به این موضوع اعتراض دارم. آقا میزنی میکشی خب وقتی که تو میکشی پس منم باید یه کاری بکنم مقابله بمس کنم دیگه. وقتی تو میزنی سر منو میشکنی منم میزنم سر تو میشکنم. اعتراض تا وقتی منطقیه که نکشن اگه قرار به خونریزیه که هر دو طرف مجاز بشه دیگه. آقا بازی یه طرفی که نمیشه. گشتن همه شل کردن گشت کردن دولت ها موشمندن خوش رنگن هر روزم گشتن تر فرو میکنن تو برسه به پشت کردن اخوردن و روش کردن گوش کردن ملت هم پشت خندن پشت بردن هر کی جلوش کردن خم نمی کنه سری جاش پشت کردن. خب چیزای خوبی گفت درست. یه بار دیگه من ببینم چی گفت. تو برسه به پشت کردن اخوردن و روش کردن گوش کردن ملت هم پشت خندن پشت بردن هر کی جلوش پشت بردن هر کی جلوش جوش کردن خم نمی کنه سری جاش پشت کردن کسی جلوش سرخم نمی کنه سری جاش پشت نرده. پشت نرده است. آها منظورش میندازن زندان. خب ببین عزیزم حسین جان دولت ها فلان هم میسارن. آفرین درست تا اینجا درست گفت. تا اینجا خیلی خوب گفت. تا اینجا خیلی خوب گفت. امیدوارم که اصلا ببین اصلا از خوب گفتن ها و بد گفتن ها دیگه خسته شدم سوال. کسی که اصلا خوب بگه بد بگه چه فرقی میکنه خوب و بد گفتن. تو ما جده هی حکم اعدامش رو میدن هی لغو میکنن اینقدر میدونی چی میخوان چیکار کنن هی شل کنن صفر کنن شل کنن امروز اعدامش من فردا اعدام نه عفو رهبری نه اعدامش نه بنداز 34 بیا اینقدر هی بالا پایین بالا پایین بالا پایین که آخرسر خود مردم میگن بکشید تموم شد دیگه بابا وعیدید ما رو دیگه میدونی هی هشتگ بزنن هی فلان کنن آخرسر روان مردم هی روان مردم بازی کنن جنگ اعصاب رو بندازن آخرسر بکشن باز مردم افسرده تر بشن میدونی ریاد گرفتن. توماژو فقط تغییر نظام نجات میده. آره فقط تغییر نظام نجات میده. نه هشتگ نه این خودش اصلا خودش وصیت کرد. ول کنید تو رو جون مادرتون چه کس و شعریه راه انداختم. بعد هر کی که میگه توماژ وصله به نظرم کس شعری بیش نمیگه. یعنی اونم یا کس مغزه یا کس خوله که میگه توماژ وصله. توماژ یهو میگن مثل قارچ سبز شد میخوان انگل اینو بزنن که قبلا نبود. اون موقع که ما ریاکشن بهش رفتیم یک سال و نیم قبل دو سال قبل دو سال و نیم قبل بود. اون موقع اصلا باز بچه داشت باز خودش کار میکرد مثل خیلی ها که داشتن کار میکردن. اون موقع حتی چیزم معروف نبود. این پسری کیه؟ پوری رشت. اون موقع اونم معروف نبود. اون موقع که ما ریاکشن رفتیم به سوراخ‌موش هیچکی نبود. هیپوپولوژیست هم بود کسی نبود اصلا. ما اصلا کامنتش رو نمیگفتیم نمیشناختیم. من که نمیشناختم. حالا بگذاریم تغییر نظام. بعد اونم که میدونی یه سری حرکت های زیرسازی باید بکنیم. مثلا اعتصابات میگاد این نظام رو. اعتصابات میدونی یه سری داستان های الان کاسبا افتادن به گوزگوز و گوخوری چون مالیات رو تا خشتک کردن تو کونشون.
اون موقع که باید اعتصاب میکردید نگردید، الان رفته تکیه میدادن تکیونه هممون میره، هر چی بیشتر بره بیشتر مادرمون گایده میشه، هر چقدر این رژیم بیشتر جمعیت میلیونی اعتصابات و مقابل میبینید دست پر. گفتم الان تابستون هوا گرمه بچه ها، هوا گرمه، همین الان ما داره مادرمون گایده میشه این ویدیو رو داریم براتون میگیریم. حالا فکر کن سرباز کلا خود زره کوف زهر مار همش آماده باش تو خیابون آفتاب سیاهن آفتاب میخوره، همون 4 ساعت اون سربازو توی مرداد ماه وسط خیابون نگهداری ننش گاهی دست تمومه تمومه دیگه، اصلا به روز دوم نمیکشه. این فکرها رو بکنید. بعد یه جوری خود نظام داره میگه آقا آماده باشید واسه مهسا، مهسا که آخر شهریور. نه آقا تو همین مرداد اگه میخوایم کاری بکنیم، اگه میخوایم تو ماجر نجات بدیم الان باید بیایم تو خیابون، دنبال هیچ کسکشی هم نباشی، کی فراخوان بده نده فلان، خودتون باید خودجوش بدونید با همدیگه توی ایران با همدیگه خرد جمعی اوکی بشید، تجهیزات درست کنید، مامورا رو هم که بلدید دیگه باید چرب کنید دیگه، روغن روغن ظرف غذا خوری، روغنش چیه مایه چی بگو روغن مایه سرخ کردنی، روغن مایه سرخ کردنی رو بپاچید بهشون، درش رو سوراخ کن فشار بدی میپاچی بهشون، از پنجره ها بریزید روغن روشون، تموم کارشون، تموم، به خدا خیلی راحت کار، اصلا نیاز به اسلحه هم نیست. بخشش خوبه یا فرصت تصفیه، منجی میاد یا میمونه فرضیه، اون کوتاهه مثل سبزیه، یکی فهمید رفت اون یکی رفت ولی فهمید تشت. خب یه سری چیزا رو درست میگه ولی بذار ببینم یه خود بکشم آقا، منجی میاد یا میمونه فرضیه، چون یه فرضیه است منجی میاد دیگه، اون کوتاهه مثل سبزیه یک فهمید و یعنی اینکه مهدی پهتی میاد و به تمسخر گرفته گفته کس شعر نگی فرضیه است این، حالا اومدیم اون نیومد مثلا کس شعر چرا میگه، حالا این جمعه میاد اون جمعه، اصلا این از کجا اومده این مهدی امام زمان فلان، اصلا هیچ که به جز ایران تو جایی رو میشنونه امام زمان، اگه مثلا همه چی هم تو فقط واسه ایرانه امام زمان اینجاست. آره امام اصلا امام زمان مسیح دیگه واسه خارجی ها، مسیح واسه ایرانی ها مثلا محمد و مسیح و اینا رو کل دنیا میشناسن، یه سری چیزا هستش که اگه اسلامتون اینه خب ترکیه هم فقط تو ایران. آره. چرا همه امامزاده تو ایران، این کس چرا کجا در اومده ثبت شده این قارچ، شما میرید پول میرید انگلیس به خدا کدگذاری های انگلیسی تو خود عربستانش نیستش، بعد تو ایران همه هر 124 کدگذاری های انگلیسی انگلیس هرومزاده است، به خدا کدگذاری اون هرومزاده است. اصلا من از مردم تعجب میکنم اگر تو این قرن تو این زمان اصلا تو به این معتقدی که امام زمان بیاد تو رو نجات میدی یا مثلا دنیا خوب میشه دنبال امام زمان و مکانی، وقتی که میتونی نروژ مگه الان بد دارن زندگی میکنن، تو نروژ تو انگلیس مگه الان مردم دارن بد زندگی میکنن، تو کروناش به مردم پول میدادن، خونه برا، همه چی برا، بهترین امکانات، هر چیزی که باید ببینیم چی فقط تو ایرانه، هیچ جای دنیا نیست، ما باید اونا رو حذف کنیم. آره. مثلا سیغه و این کس و شره رو ما باید حذف کنیم به خود. آفرین. هر چیزی که البته خیلی چیزا تو ایران هست که تو دنیا نیست، اینم در نظر یه سری فرهنگای ایرانی مثلا هست، مثلا عید نوروز افغانستان هم هست، عید نوروز افغانستان هست، خب افغانستان یعنی یه سری کشوری همسایه‌مون، یعنی هم میشناسن کل دنیا که عید نوروز رو مثلا پاکسازی باید بشه، باید نه نمیشه همه چیز رو حذف کرد، نه این چیزی که گفتی خیلی کلیه، نه باید ریشه یابی کرد که چه چیزایی باید حذف بشه، ولی راست میگم مثلا امام زمان فقط ایرانی ها بهش، یعنی شیعیان بهش اعتقاد دارن، امامزاده ها فقط تو ایرانه. برو بریم یکی فهمید رفت اون یکی رفت ولی فهمید تش دونه داره مکافات هر تیکش، شادی روح اون که تغییر کرد تکفیر فقط اوه شادی روح اونی کسی که تغییر کرد، چقدر چیزای خوبی میگه، یکی فهمید رفت اونی یکی فهمید رفت مثلا بچه شاهو میگه فکر کنه ها میتونه چرا با این هم ولی حرف میزنی، یکی فهمید رفت اون یکی رفت ولی فهمید تش، یکی رفت ولی فهمید تش، دونه داره مکافات هر تیکش، شادی روح اون که تغییر کرد تکفیر فقط سر تو یادم میاد زدیم حرف هر نه دیگه کس شعر هم گفتی دیگه اینجاشون نبودم دیگه کس شعر گفتی حسین جان، گنگم پر انگار خود رهبری هم کس شعر حسین ابلیس بود که هیچ کس فراموش نمی کنه کس شعر، اینم بازی کس شعر دیگه از کس شعر گفتن دست بکش حسین،
میگم ما پشت ابریم و ما همه قاطی که همه رپی ها رگ گردنشون زده بود بیرون بایده بودم. شما چرا پوستر گفتین تو نمیدونی رحمتی کیه فلان این صحبت ها نمیدونم کیه خب خب میدونی مهم نبود برای مهم نیست بدونم رحمتی کیه بعد توی این شیش ماه قیشه همه چی مشخص شد که آقا طرف اصلا کجا بود کپک کو کپک زیر کدوم برفه هنوز هم اومده چیزای خوب گفته باز اعصابم خورد شد چون کسشر باز گفت کسشر نگو حسین کسشر نگو این که تا حالا کسشر نگفتی حرف ناحق زدی حرف ناحق با اون آقا میری چیه؟ آقا میری با اون آقا میری آقا کیری با ما هم دیگه جیباجید حال کردین اون سوپاپ اطمینان جمهوری اسلامیه خودت هم میدونی همه هم میدونن با اون بالا پایین میکنی تو شماره هم دیگر دارید با هم دیگه در ارتباطی پس چه نگو با پس زدیم حرف هر نه شبای خوف میزنه هوای جور اینجرای خوف نداریم خیال سول این قشنگ بود خیال سول آفرین ببین الان بازی سی گفتی تو که اونم میز صندلی چیدم واسه عروسمون آفرین نشکرم پشمام خب میزنه هوای جور رو اینجرای خوف نداریم خیال سول لیله لیله سوزیم از زرزر زنده اینجا میکنن قیمه 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 روی باورامون میتراشن صد تا قبله روی باورامون میتراشن صد تا قبله آها اونا رو میگه دیگه قیمه قیمه روی باورامون میتراشن صد تا قبله یعنی که باورای خودمونم دستکاری میکنن میتراشن صد تا قبله باورامون میتراشن صد تا قبله برفا و کفک و زنده برفا آب و کفکا زله ببینن سرشون رو کجا بکنن برفا آب و کفکا زله چقدر قشنگ تموم شد و آخرش هم چقدر حرفه‌ای تموم شد ولی بیت چقدر خوبه بیت عالیه اصلا فرصت نشد راجع به بیت صحبت کنی اون سازه که اون زیر خیلی قشنگه اصلا فرصت نشد خیلی بود خیلی اندینگش دیدی چقدر باحاله امیدوارم رژیم عوض شه خود همین حسین تو ایران میلیارد در میاره رضا پیشرو تتلو خود ما اصلا این همه پول داریم ما از یوتیوب از امریکا میاد دیگه دلار میاد ما اینجا داریم خرج میکنیم خب میبینیم اون بی سابا رو میبریم تو ایران میریزیم دیگه چون میدونید ایران چرا دلار گرونه چون حجم دلار در ایران کم شده ببینید بچه‌ها یه نکته ایم میخوام توضیح بدم عقلانی قشنگ بفهمید چی میخوام بگم هر چیزی که در یک مملکت زیاد باشه قیمتش میاد پایین هر چیزی که کم باشه قیمتش میره بالا منطقیه دیگه فکر کنم مثلا از این موز فقط تو ایران دو تا دونه باشه قیمتش چقدره 700 هزار میلیارد تومان مثلا ولی اگر از این موز 500 میلیون باشه دیگه منطقیه 50000 تومان 100000 تومان 200000 تومان حالا بستگی به کیفیتش داره در این حد دلار تو ایران هی اومده پایین داره خارج میشه یعنی دلار تا وارد ایران میشه آخوندا نماینده های مجلس کوف زرمار همه میدن پسرشون برو جا حال کن دلار خارج میشه یک هیچ توریستی هم دلار وارد ایران نمیکنه دو تاجرای ایرانی دلار در میارن یعنی تجارت میکنن دلار در میارن میگن تو ایران چرا نگه داریم میریم ترکیه خونه بخریم میبرن ترکیه این بر اون بر مثلا همین مثالش یوتیوب نمیتونه وارد پول دلار نمیتونه وارد ایران وارد ایران نمیشه نمیتونه وارد یعنی نمیتونه بگیره این یکی دیگه است چیکار باید کنن؟ هی دلار گرون میشه بعد انتظار دارید امید بستید که نه دلار میاد پایین انشالله این رئیس جمهور بعدی بیاد خود درست میشه رئیس جمهور بعدی قطعا کار درست میاد من رای نم خسخل درست نمیشه نمیدونم چرا حالم بد شد با اینکه موزیک گاد بود یاد همون دوران افتاده دیگه رفتی تو فاز ایران آره آدم نمیتونه ببینه اون حالش بد نشه نره توش آره چون هنوز درد دوا نشده دیگه هنوز دردمون دوا نشده ولی موزیک خیلی خوب بود موزیک اوکی بود یه چیزی امروز نوشتن خیلی جالب میگفتش که ما ایرانی ها اصلا فعل گا برای ما هیچ معنی نداره فعل به گا رفتن
گاه توی ما اتراق کرده یعنی همچه حالتیه اشانا ما توی گاه اتراق کرده من نمیدونم این چه چیزیه که از تو ما بیرون کشیده نمیشه وای چه دولیه که رفته تو ما بیرون مادر نمیاد همون کدگذاری ها اولین چیزی که باید ایرانی ها بهش برسن این که اسلامو بذارن کنار کلن آخه ایران اگر واسه خودش دین نداشت سوگل میگفتیم دین نداره مثلا چه میدونم یه کشور آفریقایی مثلا واسه خودش دین نداره حالا اونا هم دین دارن ولی مثلا میگه خب بریم اسلام رو ببریم اونجا یا مثلا ترکیه واسه خودش دین نداشتن که میدونی ولی ایران دین داشته دیگه گفتار نیک کنار میکرد نصف دنیا هم گرفته بودیم آره بعد دقت کن آفرین تا مادامی که ما به دین خود به فرهنگ خود به اعتقادات خود بودیم دنیا رو گاییده بودیم اکی به گاه رفتیم دقت بکنی هم وقتی دینمون رو فروختیم اسلام اومد به گاه رفت همه چیزمون به گاه رفت چگوارا یه جمله خیلی قشنگی دارم یه که شما میتونید تمام گلها رو بچینید ولی نمیتونید از اومدن بهار جلوگیری کنید میشه بالاخره دیگه از شده ها نسل شما داره انجام میده عصر آکواریوس هم هست عصر آکواریوس هم هست میدونم که میشه ماها اتفاقا ماها کسایی هستیم خود من کسایی هستم جزو کسایی هستم که دارم تخت پادشاهی از پایسیز یعنی عصر قبل میگیرم میتراشم تمیز میکنم پاکش میکنم بیا بشین بر تخت ای آکواریوس عزیز سعی میکنیم جا بندازم و این وسط کون من پاره شده فوش زیاد خوردم ولی خب خدا رو شکر سعی میکنم همیشه اون چیزی که درسته به نظرم درسته گاهی وقتا هم کس میزنم ولی خب اکثریت درست میزنم بعد اصلا نگاه کنید 20 ساله که همه چی خیلی سریع داره یه اتفاقاتی میفته تکنولوژی خیلی داره پیشرفت میکنه بچه ها خیلی میفهمن چه جوری مثلا قبلا هم همین بود دیگه مثلا یواش یواش بچه ها میفهمیدن ولی یهو مثلا 80 و اصلا یه چیز عجیب غریبی شد 90 و اصلا پشمریزون شد آره. یه اتفاق خیلی بزرگی داره میفته و آگاهی از یه جایی داره میاد خدا رو شکر نسل زیم نسل نایجی ترک خیلی خفن بود واقعا پشیمونم آره خود رفتیم تو داستان ایران دوباره ولی نتونستیم به ترک خوب بپردازیم ولی خیلی خفن تا ایران آزاد نشه من اونجوری که باید خوشحال نمیشم یعنی الان دارم سر میکنم با اینا زمستون رو سر میکنم با اینا زندگی رو سر میکنم خستگی در میکنم یعنی دارم سعی میکنم فقط زنده بمونم ببینم آزادی رو دیگه هرچی میام کونم رو هم بکشم میگم پدرم خودت مهمتر از همه چیز هستی بچسب به زندگی خودت 2 روز خوبم و 3-4 روز خوبم شاید 1 هفته خوب باشم دوباره الان باز 3-4 روز بود خوب بودم الان دوباره به گوه نشست نه درست بشم نهایی که کامل رو سابسکرایب بتون نره دوستتون من این سابسکرایب بتون